بسم الله الرحمن الرحیم سلام بچه های گلم دخترای نازم وقت تان بخیر باشه انشاءالله که روزهای خوب خوش را در کنار فامیلتان پشت سر بگذرانید، درس های تان با فقرا کمک بکنین با مادر پدر در کارهای خانه کمک بکنین خواهرای کوچک و برادر، برادران کوچکتان هم در خواندن درس ها همکار باشین روزهای درسی که روزهای قبل درس که روزهای قبل ما و شما داشتیم درس بود در مورد بهار صفحه ده کتابتان هست و درس را که امروز ما و شما میخوانیم صفحه یازده کتابتان هست و درس است که ما و شما دوباره با جمله سازی آشنا می شویم بچه های گله من روز قبل به شما گفته بودم که کتابچه های باید بقیه درس نوشته بکنید که انشالله تا الان مطمئن هستم شما را مشنوسم که شما او درس ها را تعقیب کرده نوشته کرده گفته بودم که باید با پنسل چی کنید در کتاب هایتان تان اسم های آمد یاد داشت بکنین نشانی بکنین و شمایی را که من مشناسم که چقدر لایق هستین مطمئنم که شما ای کار کردین امروز ما و شما درس صفحه 11 ها که او لغت ها هست و به جمله باید استعمال شود و شما نمونه های از این باید بفهمید. و امروز ما و شما امروز اینا را به جمله استعمال کنیم مثل روزهای قبل چوکات روی تخته رسم کردیم شما در کتابچه هایتان هم مثل از این چوکات رسم بکنیم روزهای قبل ما و شما لغت ها را در فلش کارت ها می آوردیم امروز به خاطر تنوع درس به خاطر تبدیل شدن شیوی دست ما و شما کلا روی تخته چی می کنیم کار می کنیم از روی تخته کار می کنیم تلفظ می کنیم دوباره به جمله معنا می کنیم و جمله استعمالش می یک ستون هست کنم و ستون شماره هست که شما باید شماره ها را نوشته بکنیم ستون دیگر هست لغت هاست که زیر در زیر نوشته می ستون معنی هست و ستون جمله هست که اینا را ما و شما کار میکنیم. اولین لغت ما و شما چی هست؟ اولین لغت ما و شما هست ش اولین لغت ما و شما هم شف است شف دومین لغت ما و شما هست تنین افغان تنین افغان تنین افغان سومین لغت ما و شما است ام ام خوردنی نی ام ام چهارمین لغت ما و شما هم است مملو 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 پنجمین لغت ما هست دلاویز 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 ششمین لغت ما هست بشاش بشاش یادتان هست در روز قبل که ما و شما درس متن بهار خوندیم همین لغت ها را ما براتون تلفظ کرده بودم که شما معنای دقیقش ها و معنای درستش ها بفهمید دوباره با یکی دیگر ما میخونیم همه با یک صدا شف 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 تنین افغان تنین افغان تنین افغان ام 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 مملو 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 دلاویز 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 بشاش 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 آفرین شما یک بار پشتان تکرار بکنید ای چی بود؟ آفرین شب ای تنین آفرین ای ام آفرین ای مملو شاب باز ای دلاویز آفرین و ای هم بله همون چیزی که شما تلفظ میکنین و به بشاش شف به معنای خوشحالی شف به معنای خوشحالی شف به معنای خوشحالی. خوشحالی تنین افغان به معنای آوازانداز آواز انداز, آواز انداز. یعنی چیزی که آواز میته آواز داره ام ام یعنی عموم یعنی تمام مردم سه معنا داره که در کتابتان هست و اینجا جای کوچک هست آمتر. عمومیتر و شمول یعنی شامل تمام آدم ها شود ام عموم عموم ام یعنی عام یعنی شامل کلگی مملو یعنی پر پر یعنی پر مملو یعنی پر دلاویز به معنای دلکش دلکش یعنی چیزی که زیاد خوش آدم بیاید بشاش به معنای خوشحال بشاش به معنای خوشحال شب خوشحالی تنی نفگر آواز ام عموم مملو پر دلاویز دلکش بشاش خوشحال در تلفظ و معنایش مشکل هست بچه های گلم نیست مشکل دخترهای عزیزم زم آفرین حالا بریم سر جمله سازیش آماده هستین اگر در تلفظش مشکل داریم بچه ها برای ما بگویم دوباره تکرار کنم. شف خوشحال شف خوشحال باشین که با مارکر رنگه بگیرم که شما خوبتر بفهمین شب خوشحال شب خوشحال چی میگه؟ با آمدن بهار با آمدن بهار تمام انسانها انسانها احساس شف دارند شف دارند با آمدن بهار همه انسان ها احساس شاد دارند یعنی چی دارند احساس خوشحالی دارند پس ما به شما خود لغت شف در جمله با آمدن بهار تمام انسان ها احساس شاد دارند به این جمله استعمال کردیم تن افغان تن افغان به معنای آوازنداز یعنی چیزی که بسیار گوشنواز و خوشایند و صداش صدا داره و اون صداش بسیار خوشایند است چی؟ شما باید بگویید آفرین مگه استاد نوشته بگو که بلبل تنی نفگن است آفرین یعنی صدای بلبل بلبل دارای یک صدای گوشنواز و دلنواز هست ما به شما لغت تنین افغان در جمله بلبل تنین افغان هست یک پرندیست که صدایش خوشاینده است به ای استعمال کردیم شرف گفتیم خوشحالی که با آمدن بهار تمام مردم احساس می کنند. گفتیم بل بل تنی نبگن آواز انداز گفتیم که بلبل بل تنی نبگن هست آوازش خوشایند است. ام عموم یعنی شامل یعنی مربوط همه رخصتی های اید رخصتی های اید عمد. مردم است میگه ام عموم رخصتی های اید ام مردم هست یعنی مربوط تمام مردم هست پس ما و شما لغت ام ها در, در جمله رخصتی های اید ام, ام مردم هست استفاده کردیم مملو پر مملو پر فصل بهار فصل بهار فصل مملو از خوشحالی است خوشحالی است فصل بهار فصل بهار فصل مملو از خوشحالی است پس ما لغت مملو را در جمله چی در جمله فصل بهار فصل مملو از خوشحالی است استفاده کرده تا اینجا مشکل هست بچه ها, شفت ها گفتیم خوشحالی با آمدن بهار تمام انسان ها احساس شفت می کنند تنین افغان گفتیم آواز انداز بلبل تنین افغان هست ام رخصتی های اید ام هست مربوط تمام مردم هست مملو را گفتیم فصل پر فصل بهار مملو از خوشحالی هست و پنجمین لغت ما و شما دلاویز هست میگیم که لباس سرخ خواهرم خواهرم دلاویز هست دلاویز است یعنی یعنی لباس سرخ خواهر بسیار دلکش است بسیار بدل میشینه و خوشایند هست پس ما لغت دلاویز در جمله لباس سرخ خواهرم دلاویز هست در استفاده کردیم بشاش خوشحالی بشاش خوشحال من از دیدن چهره مادرم مادرم احساس من از دیدن چهره مادرم بشاش می شوم من از دیدن چهره مادرم بشاش میشوند پس ما لغت بشاش که به معنای خوشحالی بود در جمله من از دیدن چهره مادرم بشاش میشوم استفاده کردیم لغت اول ما بود شف خوشحالی دوم ما تنی نبگن آواز آوازانداز سوم ما ام عموم چهارم ما مملو پر پنجم ما دلاویز دلکش ششم ما بشاش خوشحالی ما و شما در آخر ساعت با هدف که داشتیم که او ساختن جمله به ای لغات بوته رسیدیم بچه های گلم دخترای خوب و لایق ما روز آینده از شما دو کار خانگی می اول کار خانگیتان ای است که باید لغت ها را حفظ بکنید. روز آینده من این لغت ها را از پیشتان پرسان می کنم. از مادر و پدرتان کمک بگیرید و یک مقاله هشت خطی در مورد بهار بنویسید. بچه های گلم روز آینده در کنار معنای لغت مقاله ها را هم از شما میگیرم تا جلسه بعدی علایه یارو رو مددگارتان.